بسم الله الرحمن الرحيم شرح كتاب عقيده تهاوي 13 هميشه پیش از آفرینش مردم و صفت خیش متصف بوده آفرینش آنان چیزی بر صفتش نافزوده است همچنان که با صفتش ازلی و همیشه بوده است همین طور بر آن صفتها ابدی و جاودان خواهد ماند 14 بعد آفریدن مخلوقات و به وجود آوردن مردمان نامهای خالق، آفریدگار و باری ایجاد کننده را کسب نکرده است. یعنی در حقیقت هر صفتی از صفات الله تعالی پیش از آفریدن مخلوقات در ازل برای ثابت و پیدا بود. و تمام صفتهای مذکور صفات کمال است که نبودن صفت مذکور در ذات حق تعالی نقصان و عدم کمال حساب میگردد. الله تعالی بعد نقص و ناپورگی صفت کمال و پاکی را کسب کرده باشد یا اینکه بعد آفریدن مردم کدام صفت از صفتش افاضه گردیده باشد. بلکه تمام صفات مذکور در ازل قبل از آفرینش چیزها برای ذات او ثابت و موجود بوده است. همچنان که پروردگار با صفتهایش ازلی است که برای آن صفات ابتدا و آغاز وجود ندارد. همین طور الله تعالی بر صفات مذکور جاوید و ابدی می باشد که آنها هیچگاه نیست و نابود نمی شوند بلکه با بقا و هستی موصوف باقی خواهند ماند. الله تعالی پیش از آفریدن مخلوقات دارای نامهای خالق یعنی آفریدگار بود و هیچگاه توصیف او با این نام با آفرینش مخلوقات موقوف نبوده است. همچنین نام باری ایجاد کننده را بعدی به وجود آوردن عالمیان به خود کس نکرده بلکه او پیش از ابتدا و ایجاد موجودات باری بود. از این رو نامها و صفات او چون ذات پاک قدیم یعنی به ابتدا و آغاز می باشد. در این مورد از پیامبر صلی الله علیه و سلم روایت شده است که پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند الله تعالی قسمت و سرنوشت مخلوقاتش را 50,000 سال پیش از آفرینش آسمان ها و زمین مقدر و معین نموده است. 15 معنای ربوبیت پروردگاری برایش خاص بوده و خود مربوب آفریده شده نیست و این چنین معنای خالقیت آفریدگاری برایش خاص بوده و خود مخلوق نمی باشد. 16 همچنان که او پیش از همین طور پیش از آفریدن مردم سزاوار مستحق این نام یعنی خالق بود. 17 زیرا که او بر همه چیز قادر و توانا بوده و همه چیز به سوی او نیازمند می باشند و همه کارها بر ذات او آسان است و به چیز محتاج و نیازمند نمی گردد. هیچ چیز مانند او نیست و او شنوا و بینا است. یعنی در حقیقت الله سبحانه و تعالی پیش از آفریدن مردم به تمام معنای ربوبیت می باشد. همچنین او پیش از خلق نمودن چیزها خالق و آفریدگار می باشد. پس این نامها و معنا که به او دلالت می کند همیشه از اول تا آخر خاص به ذات باری تعالی است. بنابراین همچنان که الله سبحانه و تعالی مردگان را بعد حیات و زندگیشان دوباره زندگی میکند، همین طور او آنها را پیش از صورت هستی گرفتن زنده کرده به ایشان حیات بخشیده بود. و چنان که حق تعالی بعد از آفرینش مردگان را دوباره خلق میکند، همین طور او آنها را قبل از این آفرینش خلق بنمود. زیرا که الله تعالی بر همه چیز قادر و توانا است. هرگاه چیزی را خواهد انجام می دهد و چون نخواست پیدا نمی گردد و این اراده قوی قدری است که چیزی از چارچوبه آن بیرون نمی براید و هیچگاه چیزی مخالف آن صورت نمی گیرد. گروه معتزله می گوید الله تعالی در همان چیزی که در دایره قدرت و تواناش هست قادر می باشد. ولی افعال و کردار بندگان از دایره قدرتش بیرون است. بنابراین پروردگار بر افعال و کردار بندگانش قادر نمی باشد. این اعتقاد معتزله سلب نمودن صفت کمال از خداوند می باشد. زیرا الله تعالی بر همه چیز قادر و توانا است. چنانه که از خود خبر داده می گوید الله تعالی بر همه چیز قادر می باشد. سوره بقره آیه 284.
همچنین هر چیزی که در این جهان عرض هستی میکند همه با اراده و خواست او تعالی است و باور و تصدیق نمودن این مسئله از مهمترین شروط ایمان آوردن به ربوبیت الله سبحانه و تعالی به حساب می رود. هر چیزی که در این عالم است همه در موجودیت و بقا نیازمند و محتاج به الله تعالی می باشد و همه کارها در نزد قدرت و نیروی پروردگار آسان است، چطوری که الله می فرماید البته این بر پروردگار آسان است، سوره حدید آیه 22. و او به کسی به چیز احتیاج ندارد، بلکه همه چیز در همه وقت و زمان موضع و مکان به الله تعالی محتاج و نیازمند می باشد. خلاصه صفت ذات پروردگار قدیم و ازلی می باشد، اگر چنده بعضی از صفات فعلی قابل حدوث و پیدا شوی باشند، ولی آنها با بقا و پایندگی ذات تعالی باقی و جاودان می باشند و پروردگار پیش از آفرینش دارای اسما و صفات خیش بود.